ساعت 1 بامداد یک شنبه 26 شهریور، هفتمین ستون مجاهدان اشرف به لیبرتی رفتند. از این پیشتر خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، در 10 شهریور آمادگی مجاهدان اشرف برای حرکت هفتمین ستون را به دنبال بیانیه وزارت خارجه آمریکا در 8 شهریور اعلام کرده بود. طبق بیانیه رئیس جمهور برگزیده مقاومت، این گروه از مجاهدان اشرف در روز 22 شهریور آماده رفتن به لیبرتی بودند. اما حرکت آنها با 4 روز تعلل و تأخیر عمدی از طرف عراقی صورت گرفت و سرانجام با دخالت سازمان ملل و وزارت خارجه آمریکا صبح امروز عملی شد. حرکت ستون هفتم پس از زیارت مزار شهیدان در قطعه مروارید و در قطعه فروغ توسط مجاهدان اشرف صورت گرفت. السلام علیکم یا انصار ابی عبدالله. سلام بر شما ای یاران سید الشهدا حسین علیه السلام. به ابی انتم و امی، پدر و مادرم به فدایتان باد. تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، و چه پاک و پاکیزه شد خاک اشرف، خاکی که پیکرهای شما در آن آرمیده است. و فزتم فوزا عظیما، و رستگار شدید رستگاری بزرگ. سلام بر شما ای یاران شهید و صدیق، ای رهروان راستین راه حسین. گواهی می دهیم که شما در نبرد با دشمن ترین دشمن خدا و اسلام و انسان، حق جهاد را به جا آوردید و در راه خدا و آزادی خلق از همه چیز خود گذشتید. شما مرزهای نوینی را در صدق و فدا در نوردیدید و سرانجام نیز در آستان پیامبر جاودان آزادی حسین علیه السلام فرود آمدید.
آتش آزاد، اشعل سرفراز فتح الفتوح می‌سازد. حرکت هفتمین ستون به دنبال هفت روز بازرسی که از یک شنبه 19 شهریور آغاز شد صورت گرفت. حرکت ستون هفتم به جانب لیبرتی ساعت 1 بامداد یک شنبه 26 شهریور با عبور اتوبوس ها از در شیر در اشرف آغاز شد و حوالی ساعت 10:30 صبح یک شنبه آخرین اتوبوس به لیبرتی رسید. هیئت های سفارت آمریکا و کمیساریای عالی پناهندگان و یونامی بر حرکت و ورود اتوبوس ها به لیبرتی در تمام طول شب نظارت داشتند. Thank you.
در روز جمعه 24 شهریور هیئت سفارت ایالات متحده و هیئت سازمان ملل به ریاست جانشین نماینده ویژه دبیر کل به اشرف آمدند و وضعیت را از نزدیک بررسی و با فرماندهان عراقی و رهبری اشرف دیدار و گفتگو کردند. جانشین نماینده ویژه دبیر کل به مجاهدان اشرف اطمینان داد که حق مالکیت آنها بر اموالشان در هر حال محفوظ است و هیچ کس نمیتواند به مصادره و سرقت اموال مبادرت کند. هیئت‌های آمریکایی و هیئت ملل متحد از نزدیک در جریان اذیت و آزار نیروهای عراقی و ممانعت آنها از انتقال وسایل و نیازمندی‌های اولیه زندگی از اشرف به لیبرتی قرار گرفتند و وسائلی را که نیروهای عراقی مانع انتقال آنها شده بودند به چشم دیدند. یکی از دلایل تأخیر عمدی در جریان حرکت هفتمین ستون تصمیم ناگهانی کمیته سرکوب در نخست وزیری عراق بود که در اثناء بازرسی‌ها ممنوعیت انتقال کانتینرهای ساخته شده در صنایع اشرف را اعلام کرد و مقرر نمود ساکنان اشرف بایستی برای انتقال لوازم خود به لیبرتی کانتینرهای فابریک جدید خریداری کنند. قیمت هر کانتینر با هزینه حمل و نقل آن به اشرف 4050 دلار بود و مجاهدان اشرف میباید برای 30 کانتینر در مجموع 121500 دلار میپرداختند. این مبلغ سنگین با همیاری خانواده ها و یاران اشرف نشان در داخل و خارج ایران در اسرع وقت تامین شد و کانتینرهای جدید خریداری و به اشرف وارد شدند تا طرف عراقی بیش از این نتواند کارها را به عقب بیندازد. علاوه بر این نیروهای عراقی به منظور سرقت و همچنین برای تحریک و ایجاد درگیری تا توانستند از انتقال ساده ترین اشیا و نیازمندی ها ممانعت می کردند. از انتقال بسته های کاغذ سفید به دلیل اینکه بر روی آنها ممکن است مطالبی علیه حکومت عراق و رژیم آخوندی نوشته شود و نیز از انتقال آینه های آرایشگاه که با آن میتوان اشعه و علامتهای ضد حاکمیت فرستاد ممانعت شد. وسایل آرایشگاه و البسه و وسایل ورزشی نیز همراه با جلیقه و کراوات و کاپشنهایی که آرم اشرف داشت و همچنین وسایل تأسیساتی، جعبه های ابزار، چاپگر، اسکنر، ژاکت سبز و بسیاری گلدان های گل ممنوع و به زیان حاکمیت تشخیص داده شدند. از سوی دیگر نفرات عراقی در هر فرصتی که می توانستند به وسایل و اموال مجاهدان اشرف دست برد می زدند. در یک مورد 5 مأمور عراقی به همراه سرکرده معلوم الحال خود چند کیسه و پتو را مملو از اجناس سرقت شده کرده و آنها را با خود بردند. این صحنه در برابر چشم ناظران ملل متحد واقع شد و ناظران وعده دادند که آن را با ژنرال های عراقی در میان خواهند گذاشت. در گروه هفتم مجموعاً 14 آمبولانس به انتقال مجروحان و بیماران از اشرف به لیبرتی اختصاص داده شده بود. جمعه 24 شهریور نخستین اکیپ با 7 آمبولانس از اشرف به لیبرتی حرکت کرد. حرکت بیماران پس از بازرسی‌های آزاردهنده و طولانی صورت گرفته بود. آنها در ساعت 6:30 بعد از ظهر پس از عبور از نقاط بازرسی و کنترل متعدد در مسیر فرودگاه بغداد به لیبرتی رسیدند. بازرسی‌های حین راه با سونار و دستگاه‌های اسکنر و سگ‌های پلیس صورت می‌گرفت. با این وجود در ورودی کمپ لیبرتی شکنجه‌گران لباس شخصی وابسته به نخست وزیری آمبولانس‌ها را متوقف کردند و از بیماران و مجروحان خواستند برای بازرسی مجدد از خودروها پیاده شوند. بیماران گفتند که از ساعت 6 صبح در ریل بازرسی بودند و تمام وسایل آنها به طور کامل بازرسی شده و حتی دفترچه‌های یادداشت‌های شخصی آنها هم تا
توسط سرگرد احمد خزیر چک شده است. اما لباس شخصی ها در حضور ناظران یونامی گفتند از نخست وزیر دستور دارند که در صورت لزوم برای پیاده کردن آنها با خشونت و قهر اقدام کنند. در حالی که طبق تعهد و التزامی که جورج باکوس، مشاور سیاسی مالکی در بهمن ماه گذشته در اشرف در حضور مارتین کوبلر داده بود، قرار بر این بود که بازرسی ها صرفاً در اشرف صورت گیرد. اما این بار کمیته سرکوب در نخست وزیری عراق برای خوشایند رژیم آخوندی به ماموران لباس شخصی دستور داد تا آنجا که می توانند در هنگام ورود به لیبرتی به آزار و اذیت و سرقت مایملک مجاهدین مبادرت کنند. پس از 6 ساعت انتظار در ورودی لیبرتی، لباس شخصی ها در ساعت 3:30 شب بیماران و پرستاران آنها را که حاضر به پیاده شدن از آمبولانس ها نبودند با تهدید به مرکز گردان منتقل کردند. صبح شنبه 25 شهریور دشخیم صادق محمد کاظم در مرکز گردان نظامی به ماموران دستور داد به بیماران و نفرات همراه آنها آب و غذا ندهند و آنها را در زیر آفتاب نگه دارند. در ساعت 10 صبح شنبه حال 2 تن از بیماران مجاهدان خلق محمود خسروی و محمد افضلیان به وخامت گرایید و ماموران به ناگزیر آنها را در حالت بیهوشی به کلینیک لیبرتی منتقل کردند. متعاقباً مقاومت ایران در مکالمه تلفنی به مارتین کوبلر و جورجی باستین جانشین او در بغداد به آنها گوشزد کرد با توجه به درگذشت مجاهد خلق بردیا امیر مصطفیان در روز اول فروردین امسال که به دنبال فشارهای ناشی از 48 ساعت بازرسی و بیخوابی دچار ایست قلبی شد. دولت عراق و یونامی را مسئول سلامتی 14 نفر بیمار و مجروح و پرستاران آنها می داند. در این اثنا مجاهدان خلق حمید یوسفی، عبدالرضا شجاعی، محسن هوشیار، مهدی تدینی، رحیم مهاجر، یوسف پور اصغریان، علیرضا رنجبر، محمد زرفشان، قدرت غلامی، علی اکبر میریونس، عبدالحسین آهنگری و مهدی حلوایی علی رغم فشارهای مفرط و تهدیدات و وضعیت ناگوار جسمی از پیاده شدن از آمبولانس ها به منظور بازرسی مجدد خودداری کردند و به تهدیدهای لباس شخصی ها اعتنا نکردند. سرانجام پس از 22 ساعت کش و واکش و تماس های مستمر بین بغداد و پاریس و واشنگتن با لیبرتی و گفتگوهای نماینده ویژه دبیرکل و وزارت خارجه و سفارت آمریکا در بغداد، در ساعت 4:30 بعد از ظهر روز شنبه مجاهدان مجروح و نفرات همراهشان با بازرسی سطحی وسایل و امکانات پزشکی خود وارد لیبرتی شدند و به یاران خود پیوستند. در جریان همین بازرسی برخی از وسایل مجروحان توسط لباس شخصی ها ربوده شد. اقدام جنایتکارانه تروریستی برای آدمربایی در مسیر حرکت ستون هفتم از اشرف به لیبرتی. دو افسر شکنجهگر عراقی همراه با ماموران نیروی تروریستی قدس به 10 تن از مجاهدان اشرف حمله کردند و قصد ربودن آنها را داشتند. ساعت 1:15 بامداد امروز یک شنبه 26 شهریور در جریان حرکت هفتمین ستون مجاهدان اشرف به لیبرتی، دو افسر جنایتکار و شکنجهگر عراقی، سرگرد احمد خزیر و سروان حیدر عذاب، از عاملان قتل عام‌های مرداد 88 و فروردین 90 در اشرف همراه با ماموران نیروی تروریستی قدس
و مزدوران اطلاعات آخوندی از جمله محمد اکبرزاده و محمد کریم فنودی به نفرات همراه در آخرین تریلی های بار حمله کردند. هدف آنها بیرون کشیدن مجاهدان از داخل تریلی و ربودن آنها بود. به همین خاطر جنایتکاران و مزدوران مزبور با ضربات سنگ و چوب و میله های آهنی تلاش می کردند اعضای مجاهدین را از داخل تریلی بیرون کشیده و آنها را با خود ببرند. در این جنایت آشکار تروریستی 10 تن از مجاهدان اشرف مورد تهاجم و ضرب و شتم قرار گرفتند. مجاهدان خلق احمد معدلت، سعید حسینی و مهدی ثابت مجروح شدند و از ناحیه پیشانی، صورت، دست، زانوان و ساق پا آسیب دیدند. بینی احمد معدلت شکست و دست سعید حسینی سیاه شد. برخی از آسیب دیدگان به بیمارستان منتقل شدند. سرگرد شکنجهگر احمد خزیر ابتدا جلوی یک تریلی را گرفت و آن را وادار به توقف کرد و سپس به تهدید و ساکت کردن راننده پرداخت. همزمان مزدوران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس به مجاهدانی که در تریلی‌های دیگر از اموال داخل آنها حفاظت می‌کردند حمله کردند تا آنها را وادار به پیاده شدن و تبعیت از مهاجمان کنند. اما با مقاومت مجاهدان مضروب و مصدوم و مجروح مواجه و وادار به عقب نشینی شدند. جانیان شکنجهگر احمد خزیر و حیدر عذاب که تحت پیگرد دادگاه اسپانیاست، عربده‌کشان مجاهدین را به مرگ تهدید می کردند. آدم ربایان پس از ناکامی در ربودن مجاهدین متعلقات آنها را به سرقت بردند. مقاومت ایران نسبت به جنایت‌های تروریستی رژیم ایران و ایادی آن در عراق، آن هم در زیر چشم ناظران یونامی هشدار می‌دهد و در آستانه انتقال همه ساکنان اشرف به لیبرتی، خواهان اقدام بلادرنگ از سوی دبیرکل ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. مقاومت ایران با قویترین اعتراض نسبت به این اقدام جنایتکارانه، خواهان دستگیری و مجازات عاملان و آمران و توضیح چگونگی امر توسط مارتین کوبلر و ناظران یونامی است. کوبلر در نیمه اردیبهشت ماه گذشته در برابر انحراف مسیر 6 خودروی خدماتی در گروه 5 از ساکنان اشرف که به لیبرتی می رفتند و یونامی نظارت بر انتقال آنها را بر عهده داشت، سکوت کرد. مقاومت ایران در همان زمان هشدار داد سکوت نماینده ویژه دبیر کل راه جنایت‌های بیشتر را هموار می‌کند. زمان آن فرا رسیده است که دبیر کل بانکیمون نماینده ذی‌صلاحی را برای تحقیق درباره تهاجم تروریستی بامداد یکشنبه معین کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 26 شهریور 1391 16 سپتامبر 2012. بر بر حسب ولایت زنده باد ارتش آزاد، بر بر حسب ولایت زنده باد ارتش آزاد، بر بر حسب ولایت زنده باد ارتش آزاد. تصمیم انتقال ستون 7 از اشرف به لیبرتی در نشست مجاهدان اشرف در روز 10 شهریور به اتفاق آرا در پی نظرخواهی رهبر مقاومت از 900 تن مجاهدان اشرف اتخاذ شد.